روز دوشنبه اثنای ارائه پیام سالانه به مردم قزاقستان، پرزیدنت این کشور نورسلطان نظربایف گفت از سرنگون نمودن هواپیمای روسیه از جانب ترکیه متاسف است. او افزود این عمل به مبارزه با تروریسم لطمه میزند. پرزیدنت قزاقستان دعوت نمود که هیئت مشترک ترکیه و روسیه این حادثه را تفتیش کند. با قول نظربایف دو کشور دوست باید در فکر ترمیم روابطشان باشند. روز یکشنبه هزارها شهروند مولداوا با تقاضای استعفای حکومت و انتخابات نو در مرکز شهر کیشینیو جمع شدند. سلسله اعتراض های این کشور در ماه سپتامبر بعد نشر خبرها درباره بی‌نام و نشان شوی تخمینا 1 میلیارد دلار از 3 بانک محلی آغاز یافت. ماه اکتبر ائتلاف حاکم فرو ریخته، تا کنون چیزی درباره حکومت نو و یا انتخابات نو گفته نشده است. اعتراض اخیر بعد بازداشت 13 نفر در ارتباط با تشکیل حمله ها در شهرهای کیشینیو و بالتی به وقوع پیوست. مقامات مولداوا میگویند این گروه میخواست یک جمهوری نوی جدایخواه رو به مسکو تشکیل کند. روز یکشنبه ملتگراهای اوکراینی سعی نمودند به قرارگاه یکی از نیرومندترین اولیگارخهای اوکراین داخل شوند. در پی جمع آمد در میدان مرکزی کیف، ازدحام به سمت قرارگاه رینات احمدوف حرکت کرد. آنها میگویند احمدوف که در شرق اوکراین منفیت مالی دارد، جدای خواهان این کشور را سرپرستی میکند. پلیس امکان نداد که ازدحام به قرارگاه احمدوف وارد شود. طوری به نظر میرسد گروه تنظیمگر این اعتراض از پشتیبانی و سه مردم بهرمند نبوده است. در پاکستان برای اولین بار انتخابات شورای پایتخت شهر اسلام آباد برپا شد. برای شرکت در این انتخابات که همچون نظرخواهی میاندورهی در مسئله پشتیبانی از حکومت سروزیر نواز شریف ارزیابی می شود، 600 هزار رای دهنده ثبت نام شده بودند. قبلا در دیگر منطقه های پاکستان هم چنین آوازدهی برگزار شده بود. انتخابات شورای محلی در ولایت های پنجاب و سیند در ماه اکتبر و در ولایت های خیبر پختونخوا و بلوچستان در ماه می برگزار گشتند. بعد تبادل آتش میان گروه های رقیب در انتخابات ولایت سیند که باعث فوت 11 نفر شده بود، چاره های ایلاوگی امنیتی اندیشیده شدند. ولی انتخابات اسلام آباد بدون خشونت برپا گشت.